در اینجا رئیس جمهور غنی بانوی نخواست و شمار دیگر مقامات ارشد حکومتی با پیکر دگر جنرال سهیلا صدیق ودا کرده و پیکر وی را تشییع میکنند. سهیلا صدیق نخستین بانوی جنرال در کشور همچون فرمانده بیمارستان 400 بستر و وزیر صحت عامه نیز کار کرده بود. وی پس از سپری کردن 6 سال در بستر بیماری و مبتلا شدن به ویروس کرونا صبح روز جمعه در بیمارستان سردار محمد خان درگذشت و روز شنبه در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. سهیلا جان و خواهر خورتر از اینا صدیقه جان دو نفری بودند که تمام زندگی خود گفتند که ما وقف ملت افغانستان میکنیم، مردم افغانستان میکنیم. یه علاقه من دیده نشان نداد که یا استرلیا دعوت شد، سویس دعوت شد، هندوستان دعوت شد، مگم وطن خود زیاد دوست داشت، مردم خود زیاد دوست داشت. نزدیکان جنرال سهیلا صدیق از زمان ماموریت او در افغانستان حکایت می کنند. می گویند هنگامی که وی به عنوان پزشک بخش جراحی بیمارستان مرکزی ارتش افغانستان کارش را آغاز کرد، برای اینکه بتواند جان بیمار را نجات دهد، در اکثر موارد خودش خون اهدا می کرد. مریض خون می دادم که خونش مطابقت می کرد که خون پیدا نمی شد، همیشه بارا با مریض خون دادن. به باور بسیاری ها، کارنامه های درخشان دگر جنرال سهیلا صدیق در بخش پزشکی نظامی و الگو بودن وی بر تمامی زنان افغان در جامعه فراموش ناشدنی خواهد بود.